در اسلاید های قبلی بچه ما به بررسی برخی از اندام های دستگاه گوارش پرداختیم و دونه دونه اونها رو توضیح دادیم و هضم و جذب غذا رو در حدی که تو کتابتون گفته توضیح دادیم. اما امروز میخوایم به بررسی یکی از قده هایی که بسیار بسیار مهم هستش، هم میتونم بگم قده، هم میتونم بگم یکی از اندام های بسیار مهمی که در دستگاه گوارش ما وجود داره بپردازیم. در مورد کبد میخوایم صحبت کنیم. کبد: یک، سمزدایی بدن. دو، ساخت صفرا. سه، تجزیه چربی های بدن. چهار، ذخیره سازی مواد مغذی. از اندام های دیگه دستگاه گوارش کبد یکی از مهمترین اندام هایی هستش که اگر در بدن ما وجود نداشته باشه ما بیشتر از 24 ساعت بچه ها نمیتونیم عمر کنیم. شاید به من بگید که خب اگر که قلبم نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، اگه کلیم نباشه نمیتونیم زندگی کنیم، یا اندام های دیگه. بله، اگه قلب هم نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم، اما به هر حال با قلبی که در درونش باتری قرار میگیره، یا کلیه ها به صورت جفت هستن، اگه یکیش از کار بیفته اون یکی میتونه سالم باشه و بدن ادامه حیات بده. اما کبد یکی از اندام هایی هستش که وظیفش رو هیچ کدام از اندام های دیگه انجام نمیدن و بسیار بسیار اندام حیاتی هستش. یه نکته رو بچه در نظر بگیرید، این که کبد اگر که بسیاری از قسمت های کبد از کار بیفته، مثلا 80% قسمتاشو از دست بده و 20% کار کنه، بدن میتونه به خوبی کار کنه و هیچ علامتی نداره. اما در چه زمانی علامتهایی وجود دارن که احساس میکنن که شخص دچار نارسایی کبد هستش؟ در زمانهایی که دیگه اون کبد کاملا تخریب شده و هیچ جای برگشتی وجود نداره. پس این که ماها باید از کبدمون بسیار بسیار مراقبت کنیم و یک سری آزمایشاتی رو یا سونوگرافی کبد از بعد از 30 سالگی هر 6 ماه یک بار باید حیاتی باشه. اما اینکه کبد چه کارهایی انجام میده، اولین و مهمترین نکته ای که کبد وظیفش هستش اینه که سمزدایی بدن رو انجام میده. ما اگر که بخوایم که یک قرصی رو مصرف کنیم و یک ماده غذایی رو مصرف کنیم، یا اینکه مثلا بخوایم که یک قطعه بیسکویت بخوریم، میدونیم که موادی مثل بیسکویت یا آب میوه داخلشون مواد نگهدارنده وجود داره. در داخل کبد این مواد نگهدارنده جدا میشن و اجازه نمیدن که در داخل خون قرار بگیرن و اینها باید پاکسازی بشن. پس اولین نکته سمزدایی هستش که کبد انجام میده. دومین نکته ای که کبد داره این هستش که ذخیره سازی یک سری مواد مغذی. ما قبلا هم خوندیم انواع قند داریم. در یکی از طبقه بندی ها قندهای ساده و قندهای مرکب. قند ساده مثل گلوکوز قند قابل سوخت و ساز بدن. یعنی چی بچه ها؟ یعنی که دونه دونه یاخته های ما نیاز به غذا دارن. غذاشون چیه؟ گلوکوزه. قند دیگه ای داریم به عنوان قند ذخیره بدن نام داره، بهش میگن گلیکوژن. یاخته های بدن اون گلیکوژن رو نمیتونن مصرف کنن، یعنی اون گلیکوژن باید بیاد خورد بشه، تبدیل به گلوکوز بشه و یاخته های بدن بیان اون گلوکوز رو مصرف کنن. زمانی که ما زیاد مثلا قند میخوریم، این قندها گلوکوزها به هم چسبیده میشن، متصل میشن، یه پیوندهایی بینشون به وجود میاد. قند مرکبی به نام گلیکوژن یا قند ذخیره بدن رو تشکیل میدن. این قند ذخیره میره داخل کبد، در داخل کبد باقی میمونه در مواقعی که بدن نیاز داشته باشه. در مواقع گرسنگی کبد اجازه نمیده که فشار بدن در مواقعی که گرسنه هستیم قند خون بدن بیفته. اون قند گلیکوژن که قند ذخیره رو بود و در مواقعی که گرسنه هستیم کبد اون قند ذخیره رو میاره، در دستگاه گوارش خورد میشه به گلوکوز و قند خون بدن نمیفته و ما احساس سیری میکنیم. اصطلاحا میگیم
سیر شدم، یا اینکه میتونیم بگیم که اشتهام کور شد. اما یکی دیگه از وظایف کبد ساخت صفرا هستش. صفرا باعث میشه که چربی‌های داخل بدن اصطلاحاً متابولیزه بشن، یعنی هضم بشن. یه سری ویتامین‌های وجود داشت. ما دو دسته ویتامین داشتیم، قبلا هم بهتون گفتم، ویتامین‌های محلول در آب، ویتامین‌های محلول در چربی. بی و سی محلول در آب، کدا یعنی کا، ای، دی و ای محلول در چربی. این ویتامین‌های محلول در چربی در کبد ذخیره میشن و هیچ وقت توسط آب از بدن دفع نمیشن. کبد کربوهیدرات‌های بدن رو در زمانی که بدن نیاز داشته باشه به انرژی تبدیل میکنه، یعنی اون کربوهیدرات که گلیکوژن بود رو میشکنه و از این گلیکوژن گلوکوز رها میشه و گلوکوز در نهایت به انرژی تبدیل میشه. خطر چاقی، فشار خون بالا و پوکی استخوان افرادی رو که قندها یا کربوهیدرات‌های بسیار زیادی مصرف میکنن، این خطرها اون افراد رو تهدید میکنه. بچه به این شکل دقت کنید، شکل بسیار مهمی هستش، تقریبا دستگاه گوارشی رو نشون میده که از کیسه صفرا، کبد، مری، معده، روده کوچک یا باریک روده و لوزالمعده تشکیل شده. این قسمت کبد رو میبینیم بچه ها، کبد در سمت راست بدن قرار داره. اگه ما یک نمای سه‌بعدی از داخل بدن داشته باشیم، از سمت راست شروع میشه میاد وسط، یه قسمتی از کبد میفته سمت چپ بدن، اما قسمت اعظم کبد در سمت راست قرار داره. در زیر کبد کیسه وجود داره، بهش میگیم کیسه صفرا. نکته که خیلی مهم هستش و دانش آموزا همیشه این قسمت رو قاطی میکنن، میگن آقا کیسه صفرایی که صفرا میسازه. خیر، صفرا رو کبد میسازه، اما محل ذخیره سازیش در داخل کیسه صفرا هست. پس اون صفرایی که ساخته شده در داخل کیسه صفرا نگهداری میشه. در این قسمت همونطوری که ما میبینیم، از قسمت جلوی مری، یا اگر بخوایم که به صورت سه‌بعدی نگاه کنیم، در قسمت پشت مری میفته و بخش‌های مختلف دستگاه گوارشی رو ما میبینیم.